خب بیریم سراغ سوال, سوال هفتاد گفته کدام یک از عبارات زیر درست می باشد یک گفته اعمال دو نیروی غیر هم اندازه در خلاف جهت یکدیگر و در راستای سطح به جسمی واقع بر یک سطح دارای استکاک و به حرکت در آمدن جسم شتابی متناسب با تفاضل اندازه دو نیروی وارد شده به آن در جسم ایجاد می کنند بچه نگاه کنین جمله میتونیم بگیم 80 90 درصدش درسته خب یه اشتباه داره اینجا استکاک داریم دو تا هم نیرو داریم زمانی که ما میخوایم شتاب به دست بیاریم در واقع فرمول کامل قانون دوم نیوتن ای مساوی اف به روی ام نیست این درستش هست ای مساویه سیگما اف به روی ام این سیگما منظورش چیه منظور برایند نیروهاست برایند نیروها کدوم وریه خب وقتی که دو تا نیرو داریم یه استحکاکم داریم حتما ما سه تا نیرو داریم برایند سه تا نیرو باید در واقع اینجا اعمال میشد که دو تا نیرو گفته شده یعنی استحکاک رو در نظر نگرفته پس گزینه یک چی درست نیست دو گفته اثر نیروی وارد بر یک جسم ناشی از تماس سان جسم با جسم دیگر است که خود را به شکل های مختلف نشان میدهد بچه ها ما میدونیم ما دو نوع نیرو داریم تماسی و غیر تماسی خب میتونه اصلا ناشی از تماس نباشه مثل گرانش جاذبه لزوما بر اساس تماس نیست بین زمین و کره ماه که به خاطر جاذبه کنار هم هستن و به دور هم حتی تماسی وجود نداره پس این درست نیست سه گفته اگر چند نیرو که برایندشان صفر است با فاصله زمانی به یک جسم وارد شوند طبق قانون اول نیوتن جسم حالت خود را حفظ میکنه بچه اگر همزمان این نیروها وارد شن حالت رو حفظ میکنه اگر فاصله زمانی وارد شن خب قطعا جسم حرکت میکنه دیگه یعنی فرض کنید مثلا من دو تا نیرو دارم پنجاه پنجاه خب من اینو یه بار پنجاه رو به جسم اینوری وارد میکنم بعد یه ثانیه بعد پنجاه رو به جسم دوباره اینوری وارد میکنم خب این جسم حرکت میکنه دیگه این بر میره بعد دوباره میاد این بر. و اصلا به حالت اولش هم بر نمیگرده اینو میشه ثابت کرد که حالا در واقع به اون کاری نداریم میمونه گزینه چهار خب قاعدتا گزینه چهار ما درسته ولی ببینیم چه جوری گفته جهت شتاب ناشی از برایند نیروهای وارد شده به جسم متحرک که روی یک سطح دارای استکاک در حال کشیده شدن است ممکن است در راستای نیروی کشش نباشد بچه نما کنین مثلا یه همچین سطحی داریم یه جعبه روش داریم که داره مثلا با یه نیروی اینجوری کشیده میشه به دلیل اینکه این جعبه وزن داره به اینکه این جعبه وزن داره این در راستای چی حرکت میکنه؟ افق میگیم جهت حرکت این وریه. و اصلا در راستای نیروی F نیست پرواز نمیکنه این جعبه بره به سمت بالا بنابراین میتونه در جهت نیروی کشش نباشه پس جواب سوال هفتاد میشه گزینه چهار